ضبط داریم میکنیم. یه نیم ساعتی از ویدیو قبلی گذشته، فکر میکنم این ایده بدی نباشه که بعد از هر ویدیو برای کسای جمعیت عظیم که اینجا حضور دارن که الان فردا عیدینه، یه Q&A برگزار کنیم یا سوالایی که ممکنه بعدن به صورت غیر حضوری دستم برسه، یه سری سوال رو جواب بدم. الان عیدین یه سری سوال در مورد این کد حتماتی که نوشتیم داره. آره با احتساب آکولادا. آره از قبول همش چیزه. چرا از علامت کوچیک‌تر بود که برای این کلوک کس بود که مثل کوتش مارک هم بود این فرق دابل کوت اگه بذاری رفتار این که میگرده عوض میشه. اگه دابل کوت بذاری اول دایرکتوری جاری رو میگرده، این دایرکتوری که این فایلی که داره یه چیزی رو اینکلود میکنه توش هست، اون دایرکتوری رو میگرده، دایرکتوری ورکینگ دایرکتوری نیست، دایرکتوری که این فایل توشه. ممکنه ورکینگ دایرکتوری کامپایلر یه گروه دیگه باشه، هرچی اول اینو میگرده بعد میره سرچ پس عادی سیستمی رو میگرده، سرچ پسی که مثلا کامپایلر پاس داده مثلا این کلید پروژه ات این کلید یعنی نباشه فولدر بالاتر اینا رو نمیره نه چی مثلا فولدر بالاتر فولدر بالاتر هیچ وقت نمیگیره فولدر رو تو یاد اگه دابل کوت اگه دابل کوت بذاری این رفتار رو میکنه. اگه دابل کوت بذاری اول دایرکتوری جاری میگرده، دایرکتوری جاری نه دایرکتوری که فایل سی پی توش رو میگرده یا هر فایلی که باشه لازم بعدش میره سرچ پس عادی کلیدشو میگرده که اون معمولا مسیری که به کامپایلر پاس میدیم، کامپایلر میگه این دایرکتوری هم به همین ترتیب دقیقاً بگرد. یعنی که میتونی فایل هر فایل رو اوورراید کنی، فایل سیستمی رو اوورراید کنی، به هر وقتی که میخوای اشتباه نشه با فایل سیستمی با اینکلود سیستمی تو از کدش استفاده میکنی، یعنی بغل فایل سیستمی وقتی براکت انگل براکت میذاری یعنی که این اینکلود سیستمی، یعنی فقط سرچ پث رو بگرد، یعنی دایرکتوری جاری رو دایرکتوری فایل سی پی رو نگرد، نمیخوام اینو بگم. یه سوال دیگه این بود که این آی استریم چرا پسوند نداره؟ درسته خاطر اینکه اسم فایلش اینه، اسم فایلش آی استریم و پسوند نداره. چرا پسوند نداره؟ طبق استاندارد سی پلاس پلاس اسم فایل هست آی استریم. الان میتونم باز کنم این فایل رو کنم که نشون بدم اسم فایل هست آی استریم پسوند نداره. چرا اینکه خیلی کار عجیبیه فایل پسوند نداره؟ نه اصلا عجیب نیست، دلیلش بیشتر تاریخی فکر میکنم وقتی که فایل هدر توی سی تبل و کانونشن مثلا چون دات اچ اچ کوچیک چون تو ویندوز فرق نمیکنه تو بقیه دنیا همه دنیا فرق میکنه اچ کوچیک باشه بزرگ سی پلاس پلاس قبل از اینکه استاندارد بشه یه عالمه کامپایلر داشت چندین تا و چندین تا پیاده سازی مختلف داشت، حتی لایبرری استانداردش حتی اس تی ال همه اینا وجود داشت پیاده سازیش قبل از اینکه واقعا استانداردی وجود داشته باشه و هر کدوم یه کانونشن داشتن. برای سی پلاس پلاس بعضی از اچ خالی استفاده کوچیک مثل سی استفاده میکنن برای هدرش، بعضی ها اچ بزرگ استفاده میکردن، بعضی ها اچ پی پی، بعضی ها اچ پلاس پلاس، بعضی ها اچ اچ چیز دیگه یادم نمیاد. خب برای احتمال چند تا کامنشن دیگه بوده. وقتی میخواستن سی پلاس پلاس استاندارد کنن تصمیم گرفتن که اصلا نذارن که هیچ گونه از اون رو انتخاب نکرده باشن. حداقل برداشت من این از اتفاق تاریخی که سال 96 97 98 افتاد و فایل های استاندارد سی پلاس پلاس پس من این فایل های استانداردش پس من نداشت. این فایل که قطعا مایکروسافت ننوشته درست نکرد، مایکروسافت نوشته. ببین همین فقط استاندارد شده است استریم، یعنی بله استریم استاندارد شده است پس مال مایکروسافت نیست. نه اینترفیسش کاری که آی استریم باید بکنه استاندارده، ولی من میخوام یه لایبرری استاندارد بنویسم اون داکیومنت استاندارد میذارم جلو حالا کاغذیش پی دی افش رو و پیاده سازی میکنم همون اینترفیس رو پیاده سازی میکنم. بخیر یکی باید اینو پیاده سازی کنه درسته، کد هست پشت یه هدر یه سی پی پی. اولا که حالا اینا بعد آی او اس چی به طور خاص هدر سی پی داره، ولی بعدا که با سی پلاس پلاس دوست داشتن میبینی که بیشتر لایبرری استاندارد سی پلاس پلاس بیشتر مثلا اس تی ال استاندارد تمپلت لایبرری کامل تو هدره، یعنی پیاسش هم تو هدره به خاطر اینکه تمپلتن و فانکشن و کلاس نیستن، فانکشن تمپلت و کلاس تمپلتن و تمپلت باید تمپلت دلیل داره. حالا به تمپلت رو رسیدیم تو زینم، ولی خب تمپلت رو در بیشتر وقتا باید همش رو توی هدر پیاده سازی. یه فیچری داشته سی پلاس پلاس 98 که هیچ کس پیادهش هیچ وقت نکرده، اونم کلمه کلیدی اکسپورت برای تمپلیت ها بوده. اکسپورت هیچ لایب هیچ کتاب هیچ کامپایلر این پروداکشن اینو پیاده نکرده فیچرها و ابسولیتش کردن در خلاف سی پلاس پلاس که هسته به نگرانش نباشه. هدر استاندارد این شکلیه پس من نداره. اگر آی او استریم اچ اینکلود میکنید برید
و بعد چرا من اینت برم گردونه؟ آره بعد تو سی هم مثل که لازم نیست اسم کلاس یا فایل نیم با اسم فایل نیمی کی باشه درسته؟ اصلا یه همچین محدودیتی نداره نه تو سی نه سی سی که حالا هیچی سی پلاس پلاس این رو دوتر با مشتبه نکن هیچ ربط این دوتر با هم نداره یعنی اسم فایلت و اسم فانکشن های کلاس هایی که توش می‌نویسی هیچ ربطی به هم نداره بعد اگه این اتفاق بیفته اینا به همه جوری وصل میشه اصلا بازم هیچ ربطی به هم ببین ممکنه یه IDE اینجوری تصور کنه که کلاس به اسم شلغم تو فایلی به اسم شلغم.cpp و شلغم.h ولی هیچ ربطی به C++ نداره بازم تاکید میکنم که C++ ببین کلن یه اشتباهی که نباید آدم بکنه اینه که نباید ابزار رو با زبان اشتباه کنه حتی کامپایلر هم به معنی زبان نیست کامپایلر خیلی کارا میکنن که استاندارد نیست خیلی کارا برای دل خودشون میکنن خیلی کارا به خاطر دلایل تاریخی میکنن به خاطر بکورد کامپتیبیلیتی که از 30 سال پیش میکردن هنوز هم میکنن زبان یه چیز دیگه است و توی زبان سی پلاس پلاس هیچ ربطی به این وجود نداره ممکنه میگم که یه سر بده بدی لینکر که خیلی کیاسه بزرگتری داره چون سی پلاس پلاس ای بی آی استاندارد نداره و در مورد مموری لی‌آوت یه چیزایی رو API اپلیکیشن باینری اینترفیس در مورد مموری لی‌آوت سی پلاس پلاس یه چیزایی رو انفورس می‌کنه در مورد اکسپشن هندلینگ یه چیزایی رو انفورس می‌کنه در مورد ران تایم تایپ اینفورمیشن یه چیزایی رو انفورس می‌کنه که اینا مربوط میشن یه جورایی به لینکر ولی در مورد فرمت آبجکت فایل‌ها در مورد اینکه چجوری لینک باید انجام بشه در مورد اینکه چی اکسپورت بشه چی نشه این چیزا اصلا سی پلاس پلاس استاندارد سی پلاس پلاس در مورد اینا هیچ حرفی نمی‌زنه دلیلش هم بیشتر به خاطر کیاسی که وجود داره استاندارد کردن اینا خیلی سخته به خاطر از جهت‌های مختلف کشیده میشن به جهت‌های مختلف تولید کننده‌های مختلف نیازهای مختلف دارن کامیونیتی سی پلاس پلاس خیلی خیلی دایورس خیلی مختلفن خیلی رنگارنگن و به هر حال سی پلاس پلاس مثل مثلا سی شارپ نیست که صاحب کورپرات داشته باشه که مدیری تو مایکروسافت تصمیم بگیره حالا تصمیمش بد نیست ولی برعکس مدیر تو مایکروسافت تصمیم بگیره که زبان سی شارپ این بری بره و اون بری بره زبان سی شارپ حتی اگه به معنی بریک کردن تمام دنیا باشه سی پلاس پلاس اصلا اینجوری نیست اینو اصلا یه چیزی که در مورد ویژوال استودیو بگم به بقیه میگم فعلا لازم نیست توی مایکروسافت ویژوال تو ویژوال استودیو ساین این کنید نو تانکیو بزنید و رد شید ولی فکر کنم بس ورژن نهاییش باید این کارو بکنید اونم بزن رو سی پلاس پلاس شورت کات ها خواهد سری نه نمیدونم ویژوال استودیو 2013 که اینستال کردم خب آره تو رجیستری تو چیزاش بوده دیگه چی؟ بعد این سیگنچر اینت مین باید حتما اینت مین باشه میدونم تو وید مین باشه ببین اینم باز دارم میگم که زبان داره زبان جدا از کامپایلر همه کامپایلر سی پلاس پلاس همشون وید مین رو قبول میکنن همشون حتی وارنینگ هم نمیدن حتی اگه تو مین ریترن هم نذاری اتون به دلیلی که ریترن ولیوش اینت معمولا وارنینگ هم حتی نمیدن ولی استانداردش اینه که اینت باشه ریترن ولی که بتونی استاتس برگردونی که چه پروسس داره این از اون حداقل من تو چه میدونم ترادیشنال یونیکسی هایی که قبل از یونیکس هم بوده من خبر ندارم ورژن یونیکسی که پروسس ها که ران میشن و ترمینیت میشن تموم میشن یه ریترن یه استاتس کد داره یه ریترن کد داره اسمش ایرور کد یه ریترن کدی دارن پروسس ها که میشه اونو چک کرد صفر معمولا به معنی اینه که اوکی ریترن تموم شد معمولا عددهای مثبت من برمیگردونم وقتی ایرور میخوام برگردونم فکر میکنم کار درست هم همین باشه عددهای منفی فکر میکنم دنیا پیچیده است اینا دیگه اون جاهایی میشه که زبان با سیستم عامل اینتراکت میکنه که خیلی مورد چیزه اون اینت مین تو آرگومنتش هم میسید آرگومنت رو بذار آرگومنت داره اگه پارامترهای خط فرمانی بهش پاس داد بخوای پارامترهای خط فرمانی رو بخونی میتونی چجوری که میتونی اون رو ننویسی مثلا اوورلود شده کامپایلر مین رو به طور خاص یه جور دیگه هندل میکنه ولی به خاطر کالینگ کانونشن سی واقعیت اینه که اگه یه فانکشنی یه دونه پارامتر بخواد و تو 5 تا پارامتر بهش پاس بدی هیچ اتفاق بدی نمیفته چون که پارامترش اولت همون یکی باشه که اون انتظار داره چون تو کالینگ کانونشن سی رو استک پارامترات از راست به چپ قرار میگیرن برای همین اولین پارامتر پایین ترین رو استک حتی کالی کانونشنش روی ویندوز هم خیلی مطمئن از راست به چپ حداقل تو حالت عادی
از راست چپ یعنی راست ترین پارامتر آخرین پارامتر میره بالای استک، چون استک از بالا پایین پر میشه. بالا مثلا پارامتر پنجم، پارامتر چهارم، پارامتر سوم، پارامتر دوم، پارامتر اول. و وقتی فانکشن کال میشه استک فریمی که میبینه اون پار... اگه فانکشن انتظار داشته باشه یه پارامتر ببینه، اون پارامتری که میبینه همون اولین پارامتری که پاس داده شده. و مسئول پاک کردن استک هم چیزه کالره، یعنی کدی که این مینو کال میکنه پارامتر رو پاک میکنه. برای همین اون اگه 5 تا پاس میده 5 تاش هم پاک میکنه، ولی مینو من وقتی یه دونه انتظار داره اولیشو برمی‌داره. یا اینجا مثلا مینو من که هیچی نمیخواد پارامتر به پار به استک در دست نمیزنه. برای همین اتفاقی که میفته اینه که اون کدی که این مینو کال میکنه که استابی باشه، که اسمش حالا هرچی استابی باشه، که لینکر لینک میکنه با کد که کال لاینر رو ست میکنه، اگه متغیر استاتیک داشته باشی که کانستراکتورش کانستراکت میکنه یه سری چیزا رو، شاید تو اتون از فیلینگ کرو لودر هیچی تو بی اس اس به معنی اینه یه سری کارا رو قبل از مین انجام میده و بعدش هم سری کارا رو بعد از مین انجام میده. اون کد پارامترها رو پاس میده به مین، یعنی تعداد آرگومان های خط فرمانی، پوینتر به اون آرایه‌ای که این پوینتر رو توشن، پارامترهای خط فرمانی توشن و احتمالاً یه پوینتر به یه آرایه‌ای از انوایرمنت وریبل ها پاس میده به مین من، ولی مین من اینا رو نمیکنه. و تاپ و یعنی فانکشن من طبق کالینگ کانونشن عادی سی پارامترهای کمتر اگه بخونه چه اشکالی پیش میاد، به شرطی اینکه پارامترهایی که میخونه آره چیزشون پریفیکسشون یکی باشه، یعنی پارامتر اول دوم سوم که من میخونم همون پارامتر اول دوم سوم باشه که من پاس دادم. حالا ممکنه 15 تا پارامتر دیگه پاس بده مین یا مال کل بده، نه کل سی اینجوریه، ولی کامپایلر اینا رو چک میکنه، اون کامپایلر گیر میده. ولی واقعا از نظر لینکر و از نظر ای بی آی، حتی سی، چون سی ای بی آی درسته به نسبتا داره، ای بی آی است حداقل استاندارد شاید نباشه ولی استیبل درسته با هم میتونه کار کنه در کامپایلر سی. اگر کامپایلر بهت گیر نده اون اوکیه. معمولا وقتی که تو مرز زبان سی و اسمبلی و اینا رو رد میکنی یا اینکه لینکر رو یه جوری با لینکر طرفی نه کامپایلر، اینا همش اوکیه. همونطور که می‌بینی منم برای مینم پروتوتایپی ننوشتم. اگه این مینو من خودم بخوام فراخوانی کنم، یعنی که طبیعی از خود مینم حتی میتونم خودش فراخوانی کنم، مینم میتونم ریکرسیو بنویسم، اونجا با تعداد پارامتر رو درست هم بهش پاس بدم هم درست بخونم، چون کامپایلر چک میکنه. ولی این مینی که پروتوتایپ نداره و یکی دیگه میخواد فراخوانیش کنه، اون یکی دیگه خیلی براش مهم نیست که من چند تا پارامتر مینم دارم بیشتر از اون. در مورد سوال سیاه داشتم، سیاه مگه تابع نیست؟ نه سیاه که آبجکت، آبجکت از یه تایپ خاص. آره سیاتی آبجکت استاتیک از یک کار یا آبجکت استاتیک نه بگم یا آبجکت گلوبال از این تاریخ هست. من نهیدم تا حالا که پارامتر رو به خود آبجکت بدی، یعنی نه این که میبینی آپریتور اوورلود شده است، انگار نمیشتم آب اضافی به درسته؟ انگار اینجور نمیشتم آی آبجکت شیفت لفته. آره ولی چون قیافه شبیه خوروندن میمونه، من نگاه دارم استری رو میخورونم به سیاه آپریتور، دو طرفش اینا دو تا حالا هرچی ولیو دو تا آبجکت. پس در واقع میره توی یکی از پراپرتی های اون ابجکت های این استرینگ اصلا این کار نمی کنه. اون میبینه این ورش استرینگ، اون فانکشنی که اوورلود فراخوانیش میکنه یکی که کارکترهایی رو میخونه توی استرینگ میبینیسه. چرا این کارکترهایی چرا پرانتز نذاشتن که مثلا به خاطر اینکه اینجوری من میتونم ستا رو به سر میذاریم میتونم اینجوری بنویسم و تایپ سیف میتونم اینجوری بنویسم و تایپ سیف باشه نکتش اینه. خب تو کانکت کت کردن چند تا استرینگ هم میتونی بلاوه بذاری کنار هم مثلا به کنسول رایت لاین چیزی پاسشون بدی. خب در مورد سی شارپ دیگه صحبت نه نه سی هم کنسول رایت لاین وقتی میگی یعنی در مورد سی شارپ صحبت کنه. خب بگو کنسول دیوار لاین اس سی اف دیگه اس سی اف. خب اما خواستم بگم توی زمان دیگه ای که پارامتر ست پرانتزی میگیره و چند تا رو بهش مثلا با بلاوه پاس میدی اونا رو خب میشه کانکت کرد و اون تایپ سیف نیست. نه ببین توی سی تعداد پارامتر متغیر به فانکشن پاس دادن داره خب، ولی تایپ سیف نیست. مثل اینت مین دیگه نه مثل اینت مین نه، مثل پرینت اف اگه پرینت اف دیده باشه. اتفاقا یکی از دلایلی که کالینگ کانونشن سی همین شکلی که توضیح دادم که از راست به چپ پارامتر رو تو استک می‌ریزه به خاطر ساپورت کردن همین تعداد پارامتر متغیر سی که وقتی یه فانکشن رو کال می‌کنی کالی در واقع اون چیزی که داره کال میشه نمیدونه چند تا پارامتر بهش پاس داده شده، باید مثلا یکی از پارامترش رو بخونه پارس کنه ببینه که چند تا پارامتر داره. واقعا نمیدونه، ممکنه پارامترش که واقعا پاس داده شده باشه بیشتر باشه یا کمتر باشه هر چی و ممکنه برنامه کرش کنه اگه پارامترش کمتر از اون چیزی باشه که اون انتظار داره. به هر حال سی اینو ساپورت میکنه، variable number of arguments رو سی ساپورت میکنه ولی تایپ سیف نیست. تا سی پلاس پلاس 11 راه
جنرال تایپ سیفی برای این کار وجود نداشت. یعنی تو میتونستی مثلا میخوای سیات تو همینجور معمولی به صورت یه فانکشن بنویسی، اسمش رو بذاری مثلا رایت لاین و پارامتر متغیر بگیری، تعداد پارامتر متغیر. میتونستی 15 تا ازش اورلود کنی، یه پارامتر، یه پارامتر، دو پارامتر تا 14 پارامتر میتونستی 15 تا اورلود کنی، میتونستی 300 تا اورلود کنی. ولی به هر حال یکی پیدا میشد که 300 یه پارامتر بده پاس بده که اون وقت اورلود جواب نمیداد، که برای اینکه تایپ سیف هم باشی و تمپلیتی هم باید نوشتی. اینجوری با اپراتور تو میتونی اینا رو چین کنی با هم بری. روش زیاد داره، یعنی هیچ راه هیچی نیست که تو سی پلاس پلاس فقط یه راه داشته باشه. میتونستی حتی همون پرانتزی رو چین کنی با هم، کاری نداره از همون تایپ دیگه برگردونی، میتونی پرانتز 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 بزنی. ولی خب بازم اون چیزی که تو میخوای نخواد. این سینتکس هستی استاندارد. کوتاه توضیح میدی تایپ سیف چیه؟ تایپ سیف یعنی اینکه کامپایلر جلوی منو بگیره اگه من میخوام یه کار مثلا میخوام با یه اینتجر به صورت فلوت برخورد کنم، یا یه استرینگ رو به صورت یه بولین مثلا فکر کنم این بولین تو حافظه، کامپایلر به من ارور بده. تعریف طبیعتا تعریف علمی درستش نیست دیگه، مطمئن باشید از این کتاب تعریف داره، ولی تعریف حدودیش این شکلیه. به استرانگلی تایپ تو ویکلی تایپ این وضعیه وست میشه؟ به استرانگلی تایپ تو ویکلی تایپ هم میتونه وست شه بجون استفاده میکنه. ولی ببین تو میتونه زبانت ویکلی تایپت باشه، ولی اگه زبانت ویکلی تایپ باشه خب طبیعتاً تایپ ارور زیاد نمیتونی داشته باشی. چون که آره، چون تایپات ولیوات تایپ دارن، متغیرات که تایپ ندارن، برای همین تو نمیتونی بگی این متغیر بولین من دارم مثل استرینگ باش برخورد میکنه، مثلا کامپایلر معنی نداره، برای همین کامپایلر هم نمیتونه بهت ارور بده. تایپ سیف بودن یه مفهوم ران تایم میشه اون وقت توی اون زبان، که معمولا معنیش اینه که وقتی اشتباهی میکنی اکسپشن میگیری، معمولا در حالت اینجوری که خب عملا کار سختی هم نیست انجام دادنش اگر تایپ دیتا همش ران تایم در اساس باشه که باید باشه. ولی از نظر من اون تایپ سیف نیست، چون اون کارو دیگه اگه انجام ندی یعنی که مجرمی واقعا، مثلا کامپایلر اون کار انجام نده. تایپ سیف از نظر من همینه، یعنی که کامپایلر کمی کمکت کنه، هر چیزی که میتونه کمکت کنه. فکر کنم طبیعتاً تو سی و سی پلاس پلاس همیشه تو میتونی تایپاتو کورس کنی، به زور تبدیلش کنی به چیزی که نیستن و باعث بشی که اتفاقای عجیب بیفته. کست نه، کست آره تو خانواده کست قرار میگیره، ولی همون محتویات حافظه رو به صورت چیزی که نیست باش برخورد کنی. میگم یه استرینگ داری ولی تو بیت به بیت بخونی، آره بایتاشو به صورت یه عدد ترو به صورت بولین ترو فالس چیز کنی، برداشت کنی که بی معنی تو اینا مثلا استرینگ تو اینا پلی کنی، آره به اون استریم پیچی مثلا بدی سعی کنی بچه. ولی همینجوری اگه دماک بازی در نیاری با کست ها و وید استار خیلی استفاده نکنی، حتی تو سی پلاس پلاس وید استار هم حتی سیف، یعنی نمیتونی همینجوری اساین کنی وید استار یا از وید استار اساین کنی بیاری بیرون. تو سی یکی از وید استار باشن پولی از هر تایپی به هر تایپی دیگه. تو سی پلاس پلاس باید اکسپلیسیت باید خطاهاتو بنویسی، میدونی باید خودت با دست خودت خودتو بیچاره کنی، که بعضیا باش مشکل دارن، ولی خب به نظر من زبانی که میخواد کنترل بده باید این کارو نمیتونی کست نداشته باشی، کست آن سیف نمیتونی نداشته باشی، چون کد سیستمی حتی کد معمولی توش این چیزا پیش میاد. سی پلاس پلاس امکاناتو در اختیار میذاره که کد آن سیف ننویسی، ولی به هر حال اون امکانات هم میره تو تمپلیت و خیلی از برنامه‌های سی پلاس پلاس با تمپلیت مشکل دارن، خاطر همین میرن سراغ پرکتیس های آن سیف دیگه. چی؟ بعد این وقتی که کامپایل میشه ران میشه چقدرش واقعا اینی که ما نوشتیم چقدر چیز دیگه بهش اضافه میشه؟ خیلی کوتاه اگه بگیم مثلا همینجوری فکر کنم این کدی که ما نوشتیم واقعا همین مثلا آیو استریم همش میاد میچسبه اون بالا دیگه، لینکر میریزه دور آیو سیمبل داره دیگه، ولی اول میچسبونه بعد آره میتونه ولی همین آره دقیقاً کامپایلر اینا رو میگه این آبجکت فایل این آبجکت فایل اینا رو با هم لینک کنین، که لینکر میگه خب باشه این چی پوینت من اینجاست، از اینجا شروع میکنه آنالیز کردن که چی استفاده میشه چی استفاده نمیشه، کدوم سیمبل دارن کار میشن کدوم نمیشن. آبجکت فایلی که یعنی اینکه این فایل ها با استریم با هم کامپایل شده، آره دیگه ببین یاد باشه که اینکلود کپی پیست، اون اینکلودی که اون بالا داری میبینی یعنی که این فایل من 5 خط نیست، ولی من حالا با استریم هر چقدر طولش باشه و اینکلود فایلی که اون اینکلود میکنه هر چقدر باشن 50000 خط کد دیگه به این اضافه میشه مثلا و همه اینا یه آبجکت فایل تولید میکنه. کات کردن خود کامپایلر، نه خود کامپایلر هم یه سری چیزا رو میذاره دور، یه تا یه حدی البته تو دیباگ مود فکر کنم این کارو نمیکنه، ولی به هر حال بس فلگاش داره که چقدر بریزه دور چقدر نریزه دور، یه کاری میکنه برای کامپایلر وقتی تو یه ترنسلیشن یونیت داره کار میکنه، تو یه فایل سیستم داره کار میکنه. بعدش ولی به هر حال لینکر معمولا میتونه اگریسیو تری کار بکنه، یعنی
راحت تر میتونه بریزه تو کار دیگه داره میکنه کامپایلر شدم شده هرچند کامپایلر لینکر با هم همکاری میکنه و پیاده سازیش به اون پیاده سازی کامپایلره و تبا بست است که چرا خوب کنه چرا ببره آره ولی این چیزا 20 ساله که دیگه خیلی حالا 20 سال که نبید چرا 20 ساله که خیلی دیگه محل چیز نیست آره چیزای مشخصه طبیعتا تو این زمینه هم کار زیاد انجام میشه ولی بیشترش به هر حال این که لینکر تصمیم بگیره که چه ابجکتیو میتونه بریزه چه فانکشن رو میتونه نگه داره چه متغیر رو باید حتما اینیشیالایز کنه چه کدوم میتونه نکنه این چیزا رو میگم 20 ساله که دیگه حل شده است کلیاتش ممکنه 5 درصد بس بشه ولی من یادم میاد در مورد وینسیو اون مال وینسیو دو که یه سری ریترن تایپ عجیب داشت و هندل های پارامتر عجیب میگرفت همه این تایپ ها اول کسی که هدون اون تایپ چی عجیب خب پس این فایلت واقعا همین این اجرا میشه بعد وقتی که اگزه میشه از کجا اگزه قرار میده که این مینش فلان جاست او اس بده که بیا از این اجراش کنیم ببین نه یه انتری پوینتی تو هدر فایل پی داره یا آدرسی تو یه جایی توی پورتبل اکسپلور ویندوز حالا فایل اجرای ویندوز باشه توی هدر فایل یه آدرس هست که انتری پوینت این برنامه اینجاست تو اون انتری پوینت اصلا این فایل این فانکشن مین من نیست یه جایی تو اون کد پرولوگیه که کامپایلر با برنامه من لینک میکنه که گفتم یه چیزایی رو ستاپ میکنه با سیستم عاملی کم صحبت میکنه کامند لاین پارامتر رو میخونه جدا میکنه تبدیل میکنه به مثلا 5 تا درس 6 تا آره کارستر هست ولی صورت یه استرینگ میاد مثلا اسپیس میشکنه این رپوتیشن داشته باشه خودش داره دی اسکیپش میکنه اسکیپ میکنه الاخر تبدیل میکنه به یه آرایه ای از کرکتر مثلا که مثلا به هم بده میگه 5 تا قرمز رو مثلا فرمان داری مثلا و بعد مال منو فراخوانی میکنه گفتم اگه متغیر استاتیک چیزی گلوبال چیز داشته باشم گلوبالامو ممکنه کانستراکتورش اونجا فراخوانی کنه که تبدیل بشه کامپایلر کد رو اونجا گذاشته که فراخوانی بشه و بعد از اینم که مین من تموم میشه دستراکتور همون متغیر گلوبال فراخوانی میشه اگر با ات اگزییت به فانکشنی داره سی ات اگزییت و سی پلاس پلاس مثل فانکشن اسم کرده ات کویک اگزییت یا همچین چیزایی بکنم یکی دیگه هم هست ولی یادم نیست اونا رو فراخوانی میکنه به ترتیب چون میتونی فانکشن رجیستر کنی که وقتی برنامه داشت خارج میشد اجرا بشه ولی خب تمیزکار خوب نیست آره تمیزکاریایی که مثلا آلت اف شور اند هست که اینا خارج شد اونا اجرا میشن نه یه سمانتیک مشخصی داره مثلا برنامه تو اگه ابورت کنی ممکنه اون اجراش هم ولی ترمینیت کنی یعنی خودت فانکشن ترمینیت فراخوانی کنی ممکنه اجرا نشن ترید داستان داره خیلی داستان داره اینا متاسفانه چیز نیست تریویال نیست کاری که باید بکنیم اینه که امتحان کنیم امتحان میکنیم اینو فرمان میشه برنامه تو فانکشن رو دقیقا راحتش اینه میتونی بری استاندارد هم بخونی میتونی دسکریپشن و فانکشن رو بخونی متاسفانه سیستم عامل های مختلف رفتارهای مختلفی دارن یا به استاندارد مختلف رفتارهای مختلف دارن متاسفانه تو این زمینه ها خیلی نمیدونم من خودم چیزای عجیب غریب بود توی مدت دیگه البته به هر حال الان سی پلاس پلاس خیلی از خوش تغییرم شده توی این 5 سال اخیر به خاطر همین یه چیزایی هنوز استیبل درست نشدن یه سری پیاده سازی ها هنوز درست نشدن حتی ویژوال استودیو 2015 من اونقدر کار نکردم که بدونم مشکلاتش کجاست من سوال دیگه ندارم یه خورده چیز می‌خوام اضافه کنم نه اینا میگه که چرا بعد از خط آخر اینترنت همه فایل سورس باید تشون ترش بشه چرا نه به خاطر اینکه جی سی سی انتظار داره اینجوری بشه قدیما جی سی سی ارور میداد اگه تایپ فایل بود اینترنال بود بعد وارنینگ میداد بعد برای همین همه ادیتور از اینجوری فکر بعد باشه دیگه طبق بعد نگاه میکنه تو ببین الان من فایل اکس همینجوری فقط برای فیوچر رفرنس فایل اکس برای چی میتونی تو فنا شو میاد تو اکسون بود که پی اکسپلور بیلوی خودم منظورم بداره پی اکسپلورر داریم، ریسورس هکر داریم ولی منظور تو احتمالا این نیست، منظور دیپندز یه برنامه خیلی خوبی هست مثل دیپندز که فانکشن هایی که برنامه هات و دی ال ال اکسپورت میکنن یا ایمپورت میکنن نشون میده و دی ال ال که لازم دارن دی ال ال که دیلی لود البته نمی کنن دی ال ال که لودر برشون لود میکنه آره دی ال ال که به سیستم هایی میگن اینا من میخوام اینا من میخوام اینا من میخوام اونا رو به نشون میده ببین الان اگزی دیباگ ما 43 کیلوبایت تا که طبیعتا این کدی که ما نوشتیم واقعا احتیاج به مثلا دو تا فانکشن کال داره و چقدر اینقدر دیتا میخواد 15 بایت مثلا دیتا میخواد
و همین به ریترن یعنی اسمبلی اینم خیلی خیلی بانی بنویسی مثلا میشه زیر 100 بایت شاید 70 بایت مثلا در بدترین حالت پدینگ پس خوب اپیلوگ و پرولوگ اینا نه اون چیزا لازم داره این سی اوت اون زیر بالاخره باید با سیستم عامل صحبت کنه تو کنسول بنویسه تشخیص بده که طرف باید بره یا نه دقیقاً کلی بافر کنه اینو بررسی کنه ببینه توشه و خدای نکرده کاراکتر غیر مجاز نباشه نه که حالا اینجوری کاراکتر رو نباشه ولی 70 تا لوکال مختلف رو ساپورت کنه یا یعنی فارسی مثلا چه فارسی بنویسی مثلا با کد پیج عجیبه یه جای عجیب کانجی مثلا خیلی چاله هر حال ولی خب تو ریلیسش یه ذره از این کوچیک‌تر خواهد بود این 43 کیلوبایت دیبایت انفورمیشن هم توش تعریف هست بعدا در مورد اون کد فایل مخصوصا پی دی بی بعدا صحبت می‌کنیم PDB program database debug information into it. به نظر من این کار خوبیه که باکس اضافه میکنه ولی از جهتهایی ولی همه دیباگ یا در واقع دیباگ انفورمیشن به اون صورت چیزی توی اکزیکیوتیبل نیست توی DLL دقت کنید که اگزو DLL هیچ فرقی با هم ندارن از اون بهتر وقت میگم اگزه شما بشنوید DLL هر وقت میگم اگزه من فرام تازه به قول یونیکس یا باینری PDB program database که دیباگ انفورمیشن توشه که حتی تو ریلیس هم دیباگ انفورمیشن جنریت میکنه چرا مگه ریلیز میشه دیباگ کرد آره میشه فقط چون میتونی دیباگ انفورمیشن بگی جنریت نکنه نه وقتی که اپتیمایز شده ممکنه اوت اف اوردر باشه چیزا اتفاق عجیبی توش بیفته مثلا این خطا اجرا کنه بعد بره اون خط بعد بیا خطا اصلا اجرا نکنه یه متغیر اصلا نادرده نکنه ما که تو کد نوشتیم به خاطر اینکه تشخیص داده متغیر لازم نیست اینجا مقدار بشه یا اصلا سه تا متغیر رو هم یکی کنه چون لایف تایمشون هم اوورلپ نداشته هزار تا کار ممکنه بکنه تو دیباگ این آی ال کی که میبینی فکر کنم اینکریمنتال لینکینگ یه فیچری داره که لینکر یه لینک کردن یه پروژه‌ای که 3000 تا فایل داره همه این 3000 تا آبجکت فایل رو می‌خوای تبدیل کنی به یه دونه فایل باینری یه فایل اکسل خب لینکر یه فرآیند سریاله تو اگه 8 تا کور 16 تا کور داشته باشی کامپیوتر می‌تونی 16 تا فایل های سریالی تو کامپایل کنی چون اینا ذاتاً از هم جدا ولی لینک کردنشون یه بریر یه سریالیزیشن پوینت بعد صاحب کنی هم کامپایلشن حالا یه سی پی یو رو بدی بگی لینک کن برابر با هم دیگه به ترتیب یک یک آبجکت رو خب حالا خود اون لینکر ممکنه مالتی ثریدد باشه که فکر نمی‌کنم هیچ لینکری تا اونجا که من میدونم نیست ولی برام شاید نمیدونم شاید کلنگ باشه نمیدونم لینکر کلنگ باشه چیه مال خودشه یا جی سی سی هست اینکریمنتال لینکینگ هم کمک می‌کنه که از همون فایل خروجی لینکر قبلی یا از همین فایل آی ال کی اینکریمنتال لینک استفاده کنی یه سری دیتا هاشو توی انگار کش می‌کنه برای لینک‌های بعدی وقتی پروژه دوباره می‌خوای کامپایل کنی احتمال زیاد مثلا دو تا فایلش عوض شده از اون 3583 فایل دو تاش عوض شده آبجکت اون 3581 فایل دیگر رو دیگه لازم نیست بین اونا دیپندنسی رو ریزالو کنه ببینه چی شده و ارتباطی که ما دو تا فایل داشتن رو باید بررسی کنیم چه نگه هم داره که چه فایلی بودن با چه سیگنچری آره من در مورد فرمت این آیل که هیچی نمیدونم ولی کاری که استفاده که از این میکنه برای اینکریمنتال لینکینگ برای اینکه لینکشو بیشتر کاری که تو لینک قبلی انجام داده رو بتونه ریوز کنه برای لینک فعلی یه دیتا استراکچر یا تو یه دیتابیس از اینکه چه سیمبولی تو چی بود و چی به چی دیپندنسی داشت چی از چی داشت استفاده می‌کرد این گرافایی که درست می‌کنه از اینکه چی از چی استفاده و پی دی بیش هم که باز دوباره هم پی دی بیش هم بزرگتره دیو اینفورمیشن پی دی بی شما برای این لازم داریم که بتونیم دیباگ کنیم بتونیم آره بتونیم پی دی بی سورس داشته باشیم نه چرا پس سورس داشته باشیم پی دی بی اتفاقا اون چیزیه که بین فایل باینری و آپ کدای توی فایل باینری آپ کدای زبون ماشین از برام و دیتا هایی که تو مموری لیات و دیتا تو مموری و غیره با سورس کد ارتباط برقرار میکنه مثلا این فانکشن اینجا سورس کد این آپ کد خط 14 اونه چه میدونم این اون اینستراکشن است میدونی این اون متغیر است اینجا حافظه قرار گرفته اینا تو پی دی بی این کلاس مثلا این ممبر رو داشت کلاس هم خودش تو فلان فایل تعریف شده فلان جا بایت 18 این کلاس این ممبرشه تایپش اینتجر خاصی تو دیباگر نشون بدی تو نشون بدی اینجوری یعنی خود ویژوال استودیو در واقع ازش برای کار لوکالی استفاده می کنه تو هم میتونی باز کنی یه لایبرری داره اسمش یادم نیست ولی لایبرریش در اساس جزء ویندوز اس تی کی هست که میتونی پی دی بی آر باز کنی سیمبولاشو بخونی ولی سلامت هم رو تو ازش میدی برای اینکه مدت پایین کار کنی یه مدتی من دنبال حل کردن مشکل وی اس او دی مفصلی بودم بعد رسیدم به اینکه پی دی بی ویندوز یه جایی دانلود کنم که هست پی دی بی ویندوز هست من دارم میگم لایبرری که برای با پی دی بی کار کنی چون فرمت پی دی بی پابلش نشده است اونجوری که من میدونم من سوالم اینه که من خب سورس ویندوز طبعا ندارم چرا چجوری با اون پی دی بی سیمبل فایل به سورس حداقل دیتایی که اون توه اینه که این استراکچر ساختارش این شکلیه این فانکشن اینجا مثلا این DLL این فانکشن است سورسش اونجا نیست ولی حداقل میدونی اون چه فانکشنیه چه پارامترهای سیگنال تایپ پارامتر چی ان چی برمیگردونه یه سری چیزایی داره چه اکسپشن
واقعا واقعا اطلاع دقیق اون تول نمیدونم فرام چون حد بزن ولی به هر حال اونا سیمبل فایل اسمش بشه بهش میگن سیمبل فایل جنسش همین پی دی بیه ولی کسی اطلاعات کمتری توشه اطلاعات کمتری از این پی دی توشه خب آره دیگه به هر حال دیگه ریورسی باشه مشکل فکر نمی کنم باشه اینتلیکچوال پروپرتی مایکروسافت به هر حال آره و سورس رو واقعا لازم نداری فرض زینه که تو ویندوز باگ نیست اگه یه جایی واقعا مطمئن بودی که دیتای درستی داره میره توی فانکشن ویندوز و دیتای غلط داره میاد بیرون اونو میتونی به صورت باگ ریپورت سابمیت کنی برای مایکروسافت و اونا به هر حال پی دی بی آی کاملشون رو دارن میتونن دیباگ کنن آره ضمن اینکه خب ویندوز واقعا همش هم کرنل و این چیزا نیست دیگه ویندوز هم یه عالمه کد بیرونی داره که مثلا لایبرری استاندارد سی پلاس پلاس نه لایبرری استاندارد سی پلاس پلاس سورس کدش خب هست همراه ویژوال استودیو هست توی بری توش به جز اونایی که هدره که خب iOS چین کدش واقعا هست اونجا تو سی وی پی اش هم میتونی بری ام اف سی همینا سورسش هست این سورسش همراه ویژوال استودیو هست برات اینکه میخوای دیباگ کنی یه مشکلی که با ویژوال استودیو قدیم داشتم این بودش که ستاپ کردن مثلا ورکینگ دایرکتوری این چیزاش خیلی جلسه بعدی سوال این فلان کی اگه سوال دیگه نداری فکر کنم که اینو تو کات کنیم خیلی خوب مرسی